به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. خب در این برنامه میخوام بپردازم به اتفاقایی که در سرزمین‌های اشغالی میفته. برخی از رسانه‌های داخلی که خب نمیدونن که در واقع موضعشون کجا هست و خط میگیرن از مزدوران خارجی میان میگن که آره این اشغالگرا اسرائیل میاد و کارهای تروریستی، عملیات تروریستی در ایران انجام میده و دفاعی ما پسشون بر نمیاد و کاری نمیکنه. خب این بسیار مزدورانه است و در واقع گمراه کردن اسان عمومی مردمه و اینکه ایران ارزه نداره. خب اینا کارشون مزدوریه دیگه. حالا میخوام کلیپی رو از صدا و سیما بهتون نشون بدم و ببینین که در واقع امروز چه اتفاقی افتادش یا در سرزمین‌های اشغالی و چجوری اینا رو گذاشتن سر کار و چجوری اینا مرتب جونشون رو گرفتن تو دستشون از ترس و این ور اون ور میشن. خب در هر صورت وقتی که آدم ها انتخاب میکنن که پاشن برن توی یه سرزمینی که اشغالی هست، رفتن یه جایی رو دزدیدن، یه کشور، یک فضایی رو دزدیدن از یه مش انسان های بیگناه و بهشون اچاف میکنن و این رژیم کودک کش، در هر صورت این نتیجه اون هستش، نتیجه انتخاب غلط هست برای اون یهودیانی که من اسمشون رو گذاشتم یهودیان وارداتی، یعنی پاشدن اومدن تو این سرزمین های اشغالی به امید اینکه زندگی خوب داشته باشن، ولی برعکسش هست. خب میریم اول یک کلیپی رو اینجا به شما نشون میدم. این کلیپ از صدا و سیماست و ببینین که چه اتفاقی داره میفته. خب بریم با هم دیگه ببینیم. رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند آژیرهای خطر در قدس اشغالی در پی یک حمله سایبری چندین بار به صدا در آمده. رسانه‌های مطرح رژیم صهیونیستی گزارش دادند این حمله سایبری به سامانه‌های هشدار در قدس اشغالی و ایلات صورت گرفته. آژیر خطر به مدت 50 دقیقه به صدا در آمد و ده‌ها هزار نفر را وادار کرد به پناهگاه و جای امن بروند، یا اگر در خیابان هستند روی زمین بخوابند. در سرزمین‌های اشغالی سامانه‌های هشدار ناگهان فعال شدند. حالا ببینین، بمونین، خواهم یک کلیپ از سردار حاجی‌زاده نشون بدم. این جمله معروفشون که ما هم خدایی داریم. حالا این یک کلیپ جالبه و یه موضوعی اونجا هستش که خب خواهم با تون مطرح کنم. اما نه موشکی در کار بود و نه حمله هوایی دیگری. خب این سرکاری بودش، بهشون فقط میخواستم بگن که حواستون باشه ما میخوایم یه کارایی بکنیم. سر کار گذاشتنشون این ده ها هزار آدم پشتن رفتن تو پناهگاه. بعدن رسانه های رژیم صهیونیستی انگشت اتهام را به سمت ایرانی ها گرفتند. آنها اعلام کردند حمله سایبری هکرهای ایرانی سامانه هشدار را فعال کرده و به همین علت صدای آژیر در مناطق مختلف فلسطین اشغالی به صدا در آمد. غیر از قدس اشغالی صدای آژیر در شهرهای ایلات، حولون، اشکلون و اشدود نیز به صدا در آمد. در چند روز گذشته گروه هکری عصای موسا با انتشار فیلمی اعلام کرد تا منتظر قطعی برق در سرزمین های اشغالی باشند. حالا مهمترین مسئله مقامات رژیم صهیونیستی این است: منتظر قطعی برق بمانند یا صدای آژیر واقعی که صهیونیست های شهرک نشین را روانه پناهگاه ها کنند. سید رحیم هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما. خب دیدیم که در واقع چی بود و چه بلایی سرشون میاد. حالا یه اتفاقایی در حیفا داره میفته. رهبرمون گفتن که خطایی ازتون سر بزنه ما تلاویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. حالا بریم یه کلیپی رو اینجا ببینیم و ببینیم که چه خبر هستش. این کلیپ بسیار جالبه، نگاه کنین و این رو
پخش میکنیم به کوری چشم اونایی که میگن ایران تلافی نمیکنه. حالا اینجا گفته نشده که ایران هست، مستقیم گفته نمیشه که ایران هست، ولی جواب سلام علیکه اینا وقتی که تروریست هستن، تروریست بلذاتن اینها، این اشغالگرا. خب بریم ببینیم. من ناچارم این نوشته براتون بخونم. پس از ترور شهید صیاد خدایی از نیروهای جان برکف سپاه قدس در روزهای گذشته، برخی از عناصر رسانه‌های داخلی با پشتیبانی مزدوران رسانه‌ای در خارج از کشور اینطور القا کردند. خب اینا میخوان اون خودکمبینی و اون در واقع خودهیچبینی و اون حقارتی که دارن اینو منتقل بکنن به ایرانیای دیگه. خب ایران اونقدر ضعیف شده که مدام در حال ضربه خوردن از اسرائیل است. اینو غلط زیادی کردن، یعنی شکر زیادی خوردن، و نه تنها توان پاسخ به این اقدامات را ندارد، بلکه حتی از حفاظت از نیروهای خود در تهران نیز ناتوان است. اما رویکرد جمهوری اسلامی در این سالها جدای از برخوردهای سخت همچون موشک باران مقر موساد در اربیل و به هلاکت رسیدن ده ها افسر ارشد اسرائیلی به فروپاشی داخل اسرائیل، خب من باور دارم که اینا فروپاشی میکنن در آینده نزدیک. تقویت نیروهای مقاومت در غزه و کرانه باختری متمرکز شده است که نتایج آن روز به روز برای رژیم منحوس اسرائیل نمایان تر می شود. در واقع همین گونه است. حالا ببینید، ما یه شنیدیم یه چیزایی که اونا دارن ضربه می خورن، ما مثل ما شنیدیم، ما می شنویم بعضی موقع آتش سوزی می شه. بعضی موقع آتش سوزی میشه. خب ببینید شون طعنه میزنن. این در حالی است که رویدادهای امنیتی بسیاری در اماکن حساس رژیم صهیونیستی در حال وقوع است که بی ربط با ایران نیستن. گوش کنیم سردار حاجی زاده نازنین رو. کشتیاشون به اصطلاح منفجر میشه. کشتیاشون به اصطلاح منفجر میشه، خیلی جالب. فلان کارخونه منفجر شد. بالاخره ما هم خدایی داریم دیگه. خب ببینید، مخازن سوخت حیفا در کریات حیام، پیسوی پایگاه ارتش رژیم اشغالگر، پادگان تیپ نظامی افرای، پارک فناوری قدس، دره اردن، کاخانجات سرمایشی، اسقلان، تاسیسات زیربنایی سوخت و انرژی. خب این اتفاق داره برشون میفته. ریشون لزیون، مجتمع صنعتی تجاری، مقبره عبدالبها، مؤسس فرقه بهائیت. ببینین داره آتیش میگیره. خب اور اکیوا، کارخانجات زیر ساختی، همه داره در آتش می سوزه. دالیات الکرامل، حالا من نمیدونم اسم اینا چی جوری باید گفت، الکرامل، مناطق مسکونی، تل آویو، مراکز حساس رژیم صهیونیستی. چشماتون رو ما کنین دشمنا، مزدورا، ببینین ایران جوابشون رو میده. اینا میان عملیات تروریستی در ایران انجام میدن، میان افرادی رو یا در واقع افسرانی رو از سپاه ترور میکنن و مزدوران خودشون رو در ایران وادار میکنن که عملیات تروریستی انجام بدن، برن یه جایی رو آتش بزنن یا برن توی تاسیسات اتمی خرابکاری بکنن. خب جوابشو اینطوری میگیرن. یعنی ایران هم این کار رو نکنه، محور مقاومت هستش. یعنی فکر نکنین که حالا ایران مستقیم داره این کار رو میکنه. در هر صورت ایران نیروهای نیابتی خودش رو هم داره. مرکز ترابری و حمل نقل عمومی، توجه کنید. خب اینم از شبکه سیکرت آنلاین.
خب اینو میبندم. حالا میخوام برم سراغ این گروه گروه در واقع هکری عصای موسا. این اسمشون خیلی جالبه، عصای موسا. از کجا به فکرشون رسید که بیان اسمشو بذارن عصای موسا؟ چون موسا با اون عصاش جادو میکرد، یه کارای خارق‌العاده انجام میداد حضرت موسا. خب این چه بسا به خاطر همین است که اسمشون خودشون گذاشتن عصای موسا. عصای موسا شبکه برق رژیم صهیونیستی رو هک کرد. این همین در واقع اخیراً اتفاق افتاد، یه چند روز پیش. گروه هکری موسوم به عصای موسا که پیشتر دوربین‌های مدار بسته در خیابان‌های اراضی اشغالی و دوربین‌های شرکت‌های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را هک کرده بود، این بار از هک موفق شبکه برق رژیم صهیونیستی خبر داد. خب شبکه برق رو که هک بکنن دیگه کارشون تمومه، یعنی واقعا بهشون ضرر و زیان وارد میشه. به گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری فارس، گروه هکری عصای موسا عصر امروز چهارشنبه گذشته از هک شبکه برق رژیم صهیونیستی خبر داد. خب من اینو دارم از فارس نیوز میخونم، از نشریه فارس نیوز. به گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری فارس، خب اینو که گفتم، این گروه هکری با انتشار یک ویدیو و اشتراک اطلاعاتی در قالب یک فایل فشرده به دو زبان انگلیسی و عبری اعلام کرد این تازه شروع کار است، از این پس صدمات جبران ناپذیری به شما وارد می شود، ما شما را مجازات خواهیم کرد، هدف روشن، معین و دقیق است، این تنها بخش کوچکی از دسترسی ما به شبکه برق شماست، به زودی در تاریکی فرو خواهید رفت. حالا ببینید اینا چقدر میترسن. اول از همه باید برن توی پناهگاه خواهیم میشن، حالا میدونم برن تو پناهگاه یا بیان نگران سیستم برقشون باشن. گروه هکری موسوم به موسز استاف یا همون عصای موسا پیشتر نیز با حمله سایبری به سرورهای اطلاعاتی شرکت‌های صهیونیستی اسنادی از جمله شناسنامه، توجه کنین، شناسنامه، اوراق دفاتر وکلا، چک‌ها، گزارش‌های مالی و و و و را به دست آمده را هک و منتشر کرده بود. خب اینا میان در واقع هک میکنن و میان منتشر میکنن دیگه، مثل ویکی‌لیکس. عصای موسا همچنین پیشتر از هک موفق دوربین‌های مداربسته در خیابان‌های فلسطین اشغالی و دوربین‌های شرکت رافائل، این شرکت رافائل همونه که سیستم پیکاسوس رو درست کرد، همونه که هواپیمای جنگنده درست می‌کنه، همون شرکت رافائل همونه که اومد واکسن به نام سینوفارم، ولی در واقع ساخت این رافائل بودش که تحت در امارات و تحت نظر این شرکت که من اومدم برنامه ساختم و اومدن اون واکسن ها رو جمع کردن، واکسن هایی که این شرکت ساخته به نام سینوفارم، ولی در واقع دست این صهیونیستی ها تو کار بود. خب این صهیونیستی ها دشمن جونی و خونی ایرانی ها هستن، آیا میشه بهشون اطمینان کرد که دست داشته باشن در، حالا میخوایم بگیم، واکسین اسمبلی، مثلا حتی اگه بخوان اینا رو خودشون نسازن ولی در واقع اینا رو شیشه ها رو پر کنن، شیشه کوچولو ها رو، حالا هرچی. خب عصای موسا همچنین گفتم که از هک دوربین های مداربسته در خیابان های فلسطین اشغالی و دوربین های شرکت رافائل فعال در زمینه تولیدات تسلیحات نظامی برای ارتش رژیم صهیونیستی خبر داده بود. این گروه پس از این حمله سایبری پیشتر در پیامی به دو زبان عبری و انگلیسی تحت عنوان ما با چشمان شما میبینیم، یعنی همه جا هستیم، اعلام کرده بود ما سالها در هر لحظه و در هر قدم شما رو زیر نظر داشتیم، این تنها بخشی از نظارت ما بر فعالیت‌های شما از طریق دسترسی به دوربین‌های مداربسته داخلی است. گفته بودیم در حالی که تصورش را هم نمی‌کنید شما را هدف قرار خواهیم داد. این منو یاد پیام سردار سلیمانی عزیزمون، شهید عزیزمون میندازه که گفته بود از اون چه که شما فکر می‌کنید ما بهتون نزدیک‌تر هستیم، به پنتاگون پیام داده بود. من یه عکسی روی فیسبوکم پست کرده بودم و اینها فیسبوک منو بستن به خاطر اون عکس.
اسم اونم بود Strange Bed Fellows، یعنی توی رخت خوابتون هم میایم. خب در هر صورت این از عصای موسی. خب حالا چیزی که اینجا در واقع مهمه، چیزی که بذارین اینا رو ببندم که گلای قشنگ رو ببینین، این گلا رو دخترم برای من آورده و در دانمارک هستم، اینجا هم بعد از ظهر هوا هم گرمه یه مقداری ولی هوا خوبه. خب گرمه چجوری بگم، شرجیه، کشور دانمارک دورش آب گرفته دیگه، جزیره است. خب در هر صورت ببینین اینا چطور میتونن که بیان مثلا اون در واقع آسیب و زیانی که ایران و محور مقاومت میتونه به یک کشور کف دستی اندازه کف دست وارد بکنه، اونا اصلا میتونن امکانشو دارن که بخوان بیان به ایران به ایران حمله کنن، یا بخوان بیان خرابکاری بکنن، یا بخوان بیان در واقع کارهای آنچنانی انجام بدن. خیر، پس به باور من اینایی که توی یه خونه شیشه‌ای نشستن، توی یه گلخونه شیشه‌ای نشستن و سنگ برونی میکنن، باید بدونن که این گلخونه رو سرشون خراب میشه و ایران دیگه نمیشینه نگاه کنه که بیاد دفاعی عمل کنه. نه، ایران دیگه الان دفاعی نیست، ایران الان فلسفهش و استراتژیش حمله است، تهاجمیه، و پیش از اینکه اینا بخوان کاری بکنن، خب ایران تصمیم گرفته که اینا رو ساقطشون بکنه. حرفی رو که سردار سلامی نازنین گفتن، فرمانده کل سپاه، گفتن که به زودی اینا باید شنا یاد بگیرن. خب این اشغالگرا و این صهیونیستا باید شنا یاد بگیرن. و از طرف دیگه هم میشنویم که بسیاری از این یهودیایی که در هر صورت گول خوردن رفتن اونجا، اینا دارن دوباره مهاجرت میکنن، میرن بیرون. الان اینا مشکل پیدا میکنن با جذب یهودی برای اینکه اشغال بکنن، اینم یه مشکلشون است. در هر صورت هرچی که نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اینا در حال فروپاشی هستن. و همونطور که گفتم، اون کسانی هم که تو حیفا هستن، یه مراکزی رو در حیفا دارن و با اینها همکاری میکنن علیه ایران، همون مزدوران بیشرف، خب اونا هم در واقع پاسخشون داده میشه خیلی محکم. دیدین که اون مقبره آتیش گرفته بود. خب عزیزان من، بدونین که جواب سلام علیکه و ایران بیکار ننشسته و گول این مزدوران خارجی رو نخورین، رسانه های مزدور بیگانه مثل اون سقوطی اینترنشنال و اون من و تو و اون باهای برودکست و تمام اینها، گول این رسانه ها رو نخورین و بدونین که ایران جوابشون رو میده. و رهبرمون گفتن یکی بزنی ده تا میخوری، دیگه دوران بزن و در رو تموم شده. واقعا همین گونه هست، این رو بدونین دیگه. سردار حاجی زاده اینجا چی گفتن؟ بالاخره ایران هم خدایی داره. خب عضو کانالا بشین و اون زنگوله رو فشار بدین، دیگه نظرتون رو بنویسین، به اشتراک بگذارین، اینها مهمه، به اشتراک گذاشتن. خواهش میکنم دیگه. خب خیلی گفتم و هر بارم باید یادآوری بکنم که یادتون باشه. با عشق برای عاشقان ایران، خدا نگهدارتون.